سلام به روی ماهتون، انشالله که هر جای دنیا هستین حال دلتون عالی عالی باشه و با هفت جادویی ما هر روز توی شخصیت قدرتمندتون دستاوردهای زیادی رو داشته باشید. بهتون تبریک میگم، به تک تک دوستانی که توی هفت جادویی قبلی ما مهارت گوش دادن رو همراهمون بودن و خدا رو هزار بار شکر میکنم، به خاطر اینکه تک تک اطلاعاتی که شما عزیزانم به دست آوردید، اطلاعاتی که میشه تو زندگیتون به راحتی به کار ببرید و تک تک عزیزانی که از این برنامه ها استفاده کردن نظرات فوق العاده ای رو بعد از 2 هفته 14 روز تمرین به ما دادن. همیشه یادتون باشه وقتی یک مهارتی رو دائما تکرار کنید تبدیل به یک هنر در شما میشه و شما میتونید فوق العاده عمل کنید. یه سوال ازتون دارم توی این هفته جادویی. شما آدمایی رو میشناسید که با ورود به هر جمعی همه مات و مبهوتشون میمونن؟ آدمهایی که همه توی رویای بودن، کار کردن یا در ارتباط بودن باهاشون هستن؟ به نظر شما چی باعث میشه که این آدمها انقدر قشنگ بتونن دیگران رو جذب خودشون کنن؟ تا حالا به این موضوع فکر کردین چرا بعضی از آدمها با زبونشون بلدن ما رو از تو لونه بیرون بکشن؟ بعضی از آدم ها توی حرف زدنشون، توی صحبت کردنشون اونقدر توانمندن، اونقدر چرب زبونن، اونقدر زبونشون زبون شیرینه که به راحتی میتونن رو همه افراد اثرگذار باشن. از کجا این توانایی رو به دست آوردن؟ ما همیشه از بچگیمون شنیدیم که زبون چرب و نرم داره، خوش سر و زبونه، قدرت بیان خوبی رو داره، بیا شیرین زبون باش، بیا شیرین سخن باش. خب غالب ما هم که یاد گرفتیم به جای شیرین زبون بودن و شیرین سخن بودن حاضر جواب باشیم، یعنی توی جواب دادن به آدم ها خیلی شتاب زده عمل میکنیم. در جا قبل از اینکه طرف مقابل حرف بزنه جواب میدم که یه وقتی کم نیارم و همین باعث آسیب توی رابطه هامون میشه. چرا بعضی از افراد شیرین زبونن؟ چرا صفت شیرین زبون بودن، سرزبون داشتن، خوش صحبت بودن مخصوص یه عده خاصه و به همه آدم های جامعه نسبت داده نمیشه؟ قطعا توی کسب و کار هر کسی اگر وارد بشه میبینیم آدم های موفق ترند که تونستن خوش صحبت تر باشن، خوش بیان تر باشن. قطعا توی ارتباطات آدم ها که وارد میشه میبینیم آدم های موفق تر ارتباط میگیرن که سر و زبون خوبی دارند. خیلی وقتا ما هم دلمون میخواد این کار رو انجام بدیم، اما انگار اعتماد به نفس کافیش رو نداریم، انگار که این بیان کردن، این حرف زدن یه خورده برامون سخته. میدونم چی میخوام بگم ولی نمیتونم اون رو بیان کنم. توی بیان حرفام ناخودآگاه باعث میشم که سوء تفاهم ایجاد بشه، بقیه ناراحت بشن. خیلی وقتا برای ما پیش اومده به طرف گفتیم بابا من منظورم اصلا این نبود. خیلی وقتا شده ما توی مکالمه دو نفره که اصلا هدف خیریه رفتیم طرف مقابل رو دلش رو به دست بیاریم اثر منفی گذاشتیم و دعوامون شده. تازه خیلی وقتها به طرف مقابلمون گفتیم تو داری اشتباه برداشت میکنی، منظور من این نیستش. میخوام بگم که وقتی تو مهارت خوش صحبت بودن رو، مهارت شیرین زبون بودن رو بلد نباشی، سود که نمی کنی هیچی، ضرر که می کنی یک، دومین حالت هم تخریب رابطه است. پس بیایم با هم دیگه باشیم تا ببینیم ریشه های خوش سر و زبون بودن چیه. جدا از اینکه من همیشه اعتقاد دارم آدم های خوش سر و زبون توی رفتارهاشون، توی زبان بدنشون خیلی خوب عمل می کنن، یه سری ویژگی های خاص هم دارن. شاید اگر نگاه کنیم ببینیم که آدم هایی که به قول قدیمی ها ما رو از طولونش میکشن بیرون با زبونشون چه تیپ آدم هایی هستن، میبینیم این آدم ها از نظر مهارت های ارتباطی IQ خیلی قوی دارند. یعنی آدم هایی هستن که مدیریت هیجان دارن، مدیریت رفتار دارن. یه مثالی رو براتون بزنم، ما چند وقت پیش توی یک محیطی بودیم که توی این محیط یک خانم سن و سالداری بودش که خیلی خانم خوبیه ها ولی اعصاب نداره. تمام تیم و اکیپ ما به نوعی با این فرد درگیر بودن و همیشه از این نالان بودن که بابا جان مراقبه، ما رد میشیم یه چیزی به ما بگه از دست ما دلخوره، همیشه شاکیه، همیشه ناراحته و ما دیگه خسته شدیم از این قضیه.
چی کار باید بکنیم؟ وقتی که تو مهارت خوش صحبت بودن و سرزبون داشتن و ارتباط گرفتن و بلد باشی، تو میتونی سخت ترین آدم ها رو نرم کنی. چیزی که من به همکارام و به دوستام گفتم میدونین چیه؟ اگه ما آدم ها توی مهارت های ارتباطیمون بتونیم خودمون رو جای دیگران بذاریم و بدونیم نیازهای دیگری چی هستش، میتونیم باهاش ارتباط بگیریم. مثل همینی که فردی که در حال حاضر یه خورده توی کنتاکت، توی ارتباط با همکارای ما هستش، و دقیقاً جمله که یادم به بچه‌ها گفتم این بودش که بچه‌ها هر بار که از مقابل این خانم دارید رد میشید، به جای اینکه یه سلام کنید سرسری رد شید، با صدای بلند بهش میگین سلام مادر جون، بذارید احساس یک امنیت رو با شما داشته باشه، و خب قطعا قضیه حل خواهد شد. خیلی وقتها ما آدم‌ها حتی تو مواقعی که اوضاع وقایع به نفعمون نیست، میتونیم با همین زبون 4-5 سانت با همین زبون با آدم ها ارتباط بگیریم و تأثیر بذاریم. یعنی توی هر جایی، هر کاری، هر اقدامی که باشید، حتی اگر بدونید شرایط مساعدی نیست، این سر و زبون میتونه به شما توانمندی رو بده که به آدم های دیگه اثر بذارید و خیلی هم لذت ببرید. من اعتقاد دارم که حرف زدن یا خوش سر و زبون بودن شاید یه بخشش روی ژن من باشه، اما یه بخش بزرگش با تمرین و تکرار و تجربه رشد پیدا میکنه. واقعیت اینه که هستن افرادی که خوش سر و زبون به دنیا میان، یعنی توی تحقیقی بررسی کردن دیدن خوردن، خوابیدن، کم تحرکی، پر تحرکی، محیطی که خانواده برای بچه ها میسازن، این رو مشخص میکنه که آیا بچه ها به صورت ژنتیک توانایی قدرت زبان یا بیان رو دارن یا نه. یه بخشش ژنتیکه، واقعا یه بخشش ژنتیکه، یعنی خلقیاتی که بچه ها دارن. شما بچه ها رو نگاه کنین، یه بررسی کنین، یه سری بچه ها بچه های راحتن، سازگار با محیط، خوش خوراک، منظم، خوش رو، با همه ارتباط میگیرن. یه سری بچه های سختن، اونق، بدقلق، با اطرافیان و محیط کنار نمیان، گریه زیاد میکنن، خوابشون کمه، که خب خیلی هم به هم ریختن. یه سری بچه ها هم که بچه های دیرجوشن، کلن با هیچ که ارتباط نمیگیرن و خیلی از دور آدم ها رو رصد میکنن. 40% از بچه هایی هستن که راحت ارتباط میگیرن. یعنی 40% از بچه ها بچه‌هایی هستن که سرزبون دارن، ارتباط سازن و میتونن اثرگذار باشن. اما همین 40% از بچه ها توی بزرگسالی فقط 20 درصدشون تبدیل به یک آدم خوش سر و زبون میشه. میدونین چه اتفاقی میفته؟ یه بخش بزرگی از این توانایی ارتباطی ما، یه بخش بزرگی از این قدرت بیان ما که توی ژنتیک ما بوده، در اثر محیط تغییر میکنه. بچه های کمی نبودن که خیلی خوش سر و زبون بودن، خیلی شیرین بیان بودن، خیلی ادا اطواری بودن، ولی چون تو محیط متشنج بزرگ شدن یا سرکوب شد این رفتارشون، یواش یواش به سمت خاموشی رفتن و اصلا این مهارت رو و این توانایی که در ژنشون نهفته بود رو برای همیشه از دست دادن و حتی دیگه دنبال رنگ دادن بهش هم نبودند. خیلی زیاد خانواده توی شیرین زبون بودن بچه ها اثر گذاره. خیلی زیاد محیط که ما توش رشد پیدا میکنیم. یه جایی میام حرف میزنم، طرف میگه هزار الله اکبر چقدر بچه شیرین زبونه. یه جایی میام حرف میزنیم، طرف میگه چقدر بچه ویر میزنه، خیلی رو مخه و تو رو خاموش میکنه و سایلنس میکنه. شرایط خانوادگی تو، محیطی که توش رشد پیدا کردی، روی شیرین زبونی تو اثرگذار بوده. اما این دلیل نمیشه که تو توی بزرگسالی نخوای یا نتونی این مهارت رو به دست بیاری. توی بزرگسالی نتونی با کار کردن، با تجربه کردن، با تمرین کردن این مهارت رو به دست بیاری. خیلی ها میگن که به نظر ما آدم وقتی که بخواد یه موضوعی رو توی بزرگسالی روی خودش ایجاد کنه میشه نمایشی. حالا من میخوام بهتون یه چیزی رو بگم. شما وقتی میخواین یه نوت موسیقی رو یاد بگیرین، اولش نمیدونی این نوت جاش کجاست، روی این
ساز روی این دستگاه موسیقی کجا قرار داره و انقدر تمرین میکنید، انقدر این مهارت رو اجرا میکنید، تمرین میکنید، تبدیل به یه هنر میشه. میشه یک سنتور نواز حرفه‌ای، میشه یک گیتاریست حرفه‌ای. از روز اول که نمیدونستی، به دنیا اومده بودی که با گیتار که به دنیا نیومدی، با ساز که به دنیا نیومدی، اومدی رو مهارت کار کردی، حالا بیا رو خوش زبونی هم کار کن. خیلی وقتا من توی خانم ها دیدم این مهارت نبودش چقدر آسیب زده توی رابطه با همسرش. نه این حرف اونو میفهمه، نه اون حرف اینو، یه بند با هم توی کنتاک و جنگل. دو کلمه حرف حساب میخوام بزنم بهش، بگم مامانت منو ناراحت کرده، میرم دست میذارم روی حساسیت های فرد، میگه این مامانم همینه، خواستی بخوا نخواستی راه باز جاده درست، پاش برو پیکارت. حالا یکی هست میاد دقیقاً اثرگذار برای مادر جایگاه ارزشی ایجاد میکنه، کلمات رو میچینه، عبارت ها رو میچینه، سیاست ها رو میاره اعمال میکنه توی این کلمات، تنفس میکنه و بعد به طرف مقابل اون گلش رو، اون ناراحتیش رو انتقال میده. در عین اینکه دارم حرفمو میزنم، تلخ حرف نمیزنم، تند حرف نمیزنم، قضاوت نمیکنم، اثرگذار حرف میزنم. میخوایم به این مهارت برسیم، باید یاد بگیرید خوش سرزبونی رو، دست خودتون نیست که، لازم دارید. یه آدم قوی پله دوم رشدش خوش سر و زبون بودنه، مهارت صحبت کردن، توانایی که خیلی وقتا ناخودآگاه سرکوبش کردیم و توانایی که با ایجاد یه سری عوامل مؤثر میتونیم رشدش بدیم. ارتباطاتمون، توی دوستامون، توی جمع‌ها بودن، دایره لغات زیاد، نکته‌های مهم رو یاد گرفتن، تمرین کردن، روش‌های متقاعد کردن دیگر. ببینین یه مردی که، یک پدری که، یک مادری که هیچ چیزی روش نفوذ نداره، یه نفر میاد باهاش در مورد اون موضوع صحبت میکنه، میگه اوکی حل، بریم انجامش بدیم، جادو کرده، جنبل کرده، برد خونده، گفته بسم الله الرحمن الرحیم، فوت کرده، نه قربونت برم، من میدونه چی بگه، چجوری بگه. یعنی استراتژی دارن آدم ها تو حرف زدن، آدم های خوش سرزبون، آدم های خوش صحبت استراتژی دارن تو حرف زدن. حالا شما باید این مهارت رو یاد بگیرید، مهارتی که به شما کمک میکنه یک فرد متفاوت با بقیه جامعه باشین. ببینید همیشه یادتون باشه هر مهارتی رو اولش یاد گرفتن سخته، اولش سخته، ولی وقتی میافتی رو غلطک میتونی به بهترین شکل عمل کنی. حالا هر چقدر سنم کمتر باشه بهتر، هر چقدر سنم پایینتر باشه بهتر، ولی حالا که الان بزرگ هستم نمیتونم بگم که من دیگه سنی ازم گذشته، نه دیگه من نمیخوام صحبت کنم. قدرت بیان تو رو میتونه از بقیه آدمهای جامعه متفاوت کنه. بنابراین یکی از مهمترین راههای موفقیت تو توی زندگیت خوش صحبت بودنه با هر کسی، با بچه‌م، با همسرم، با بابام، با مامانم. کلمات، عبارت‌ها، گفتیم پل ارتباطی ما با آدم‌ها هستن. ما این کلمات رو، این عبارت‌ها رو، این پیام‌ها رو باید به بهترین شکل انتقال بدیم. ما نمیتونیم برداشت طرف مقابل رو روش دست بذاریم، اما میتونیم کنترل کنیم صدام رو، تونش رو، لحنش رو، توانایی عبارت‌های خاص رو انتخاب کردن رو، و همه اینا رو بچینیم کنار هم، یه پازل بچینیم کنار هم، یه آدم متفاوت بشیم. من که اعتقاد دارم این مهارت جز بهترین مهارت هاست و به نظر من که هر کسی که به این مهارت دسترسی داشته باشه میتونه قدرتمندترین باشه. خوب صحبت کردن، مؤثر صحبت کردن، اثرگذار صحبت کردن مال یه آدم بالغه. اگه آدم بالغی هستی، اگه آدم توانمندی هستی، خیلی ساده، خیلی راحت و دستیافتنی بیا تو مسیر خوش صحبت بودن. یاد بگیر به حرفات، به واژه‌هات رنگ بدی، لعاب بدی، به واژه‌هات تصویر بدی. واژه باید تو ذهن بمونه، واژه تو باید تو ذهن آدم ها بمونی. اگه میخوای تو ذهن آدم ها بمونی، اگه میخوای آدم ها یادشون بیاد که تو چقدر خوب و دوست داشتنی هستی، این مهارت رو در خودت تقویت کن. مهارتی که از توی تصویر تو ذهن آدم ها میذاره خاص، دوست داشتنی. اگر همراه من هستید توی مهارت دوم هفته جادویی، همین حالا دفتر تمرین 14 روز هر دو روز یه تمرین رو از طریق لینکی که داخل ویدیو، داخل بیوی پیج ما، در استوری اینستاگرام، بر روی وبسایت ما پریسانصری.com هست، دفتر تمرین رو بگیرید. بسم الله،
شروع کنید. شما میتونید ما رو از تو لونه بکشید بیرون. آدماش که جای خود دارن.